بنام یاد عزیز مطال با عرض سلام به مجموع خبرین ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی، 13 ماه جماد الاول سال 1445 هجری قمری و 27 ماه نومبر سال 2023 میلادی. من عبدالله نیازی هستم. در آغاز سرخط چند خبر. توزیع پول نقد و البسته زمستانی برای صدها عودت کننده در تخار. عودت کنندگان این کمک ها را به خاطر رفع مشکلاتشان بسنده نمی دانند. آغاز کار توسعه جاده های عمومی در شهر طالقان. مسئولان می گویند تطبیق این پروژه حیاتی بیش از 14 میلیون افغانی هزینه بر می دارد. و خرسندی باشندگان ولسوالی دشت قلعه از عرضه خدمات صحی در این ولسوالی. متخصصین در شفاخانه های این ولسوالی به مردم اطمینان می دهند که بیشتر تلاش خواهند نمود. مشروع خبرها. برای 600 تن از عودت کنندگان و متضررین حوادث طبیعی در ولایت تخار پول نقد و البسه زمستانی توزیع گردید. مسئولان میگن آنان در همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت برای هر خانواده عودت کننده و متضرر بیش از 14000 افغانی پول نقد و دو بسته البسه زمستانی توزیع کردند. زین‌الدین سیحون گزارش میدهد. رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان تخار میگویند آنان در همکاری مالی سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بیش از 400 تنی که به تازگی از کشور پاکستان و ایران در این ولایت برگشتند و همچنان برای نزدیک به 200 تن از متضررین حوادث طبیعی مخصوصا سیلاب ها پول نقد و البسه های زمستانی توزیع کردند. پول نقد 14300 است که برایشان برای هر فامیل داده میشه و دیگر البسه زمستانی است که دارای چند قلم نواد و سه تخت کمپل توش است. آمدن زمستان به این حال آمدن اثر شدن هوای مردم ما را هموطنان ما را از پاکستان جبرن اخراج میکنن. تمام هستی و امکاناتشان در اوجه میمانه. اینان بسیار با حالت بدی قرار دارند. ما از تجارا میخواییم که دست وطن خود بگرن، از هر طریقی میشه یک لقمه نان یا قدر آب به گل نزینا بچکنن. در عین حال شمار از عودت کنندگان در حالی که از توجه امارت اسلامی و نیادهای کمک کننده به خاطر دستگیریشان ابراز قدردانی میکنند، اما این کمک ها را بسنده نمیدانند و بر ادامه آن تاکید میکنند. خواستیم این نمیسته که در زمستان که اصلا مهاجرین که میان اینا کمبود می باشند بسیار. فیلحال ما از علاوی کمبود هستیم، از بخاری کمبود هستیم، تا الان نه بخاری داریم نه علاوی. این نمی که برای ما کمک میرسه، از این پول ما مجبورن بخاری بگیریم علاوی بگیریم. خوشحال هستم از بین الملل یک چیزی هم کاری کرده برای ما. بخیر روی زمستان ما نکمی کم پیش یک دست چی میشه تا خوشحال هستم از این کمکی مقصد همی زمستان ما تیر کم دیگه مشکل ندارم. به گفته مسئولان در دو ماه اخیر بیشتر از 1300 خانواده از سوی کشور پاکستان به گونه اجباری اخراج شدند به تخار آمدند و حکومت در همکاری نیادهای کمک کننده به مشکلات و نیازمندی‌های اولیه این برگشت کنندگان تا حدی رسیده‌ای کرده است. صدها تن از فارغین پوهنزی‌های افغانی پوهنتون تخار تا یک همایش بزرگ فراغتشان را جشن گرفتند. این دانش آموختگان در محفل فراغت میگن که بعد از سپری کردن یک دوره تحصیلی به عنوان کادرهای جوان در جامعه تقدیم شدند و حکومت مسئولیت دارد تا زمینه کار را برای آنان فراهم نماید. جلال سنا. پایان یک دوره تحصیلی و جشن فراغت در پوهنتون تخار. 818 تن از ولایت های مختلف کشور و از 7 پوهنزی لباس های متفاوت فراغت پوشیدند و با حضور دوستان و بستگانشان پایان یک دوره تحصیلی را با شکوه جشن گرفتند. مسئولان پوهنتون هم در این جشن فراغت تاکید میکنند رهبری وزارت تحصیلات عالی کشور به خاطر بهبود و کیفیت تحصیلی برای دانشجویان و فراهم نمودن برنامه های علمی در داخل و بیرون از کشور برای استادان تلاش میکند. نست این ملت شما هستید، پس فکر شما ای باشد که من خدمتی را انجام بدهم که مطابق اصول و مقررات دین ما باشد. در بخش ادای مسئولیت و حمایت انشاءالله امارت اسلامی در سطح بالا متعهد به همه پیمانها و تعهدات مسئولیت ایمانی و دینی و نظامیش هست و تا حال ثابت کرده 100%.
در این حال شماری از فارغین میگویند پوهنتون تخار امروز صدها کادر جوان را از رشته های مختلف به جامعه تقدیم کرده است و حکومت مکلف است تا زمینه اشتغال را برای آنان مساعد سازد. هر آن محصلی که استعداد دارد، لیاقت دارد، اگر از وسع حکومت هست، اگر از وسع مسئولین هست، باید دست اینها را بگیرند، باید اینها را از بیکاری نجات بدهند. هر رشته ای را که انتخاب کردید و با آن رشته تحصیل کردید با او احترام قائل شوید. شما خار ذلیل نمیشین. محصل زراعت هستی به پنزه زراعت به تخصص زراعت احترام قائل شو، حرمت قائل شو. به گفته مسئولان پوهنتون تخار در مساحت 1800 جریب زمین در بخش ساختمان و اداره مشکل ندارد و همین اکنون کار به خاطر ترمیم و ساخت و ساز سرک های داخل پوهنتون، توزیع شارک استادان و نیز ایجاد برنامه های علمی برای ارتقای ظرفیت محصلین و استادان جریان دارد. کار انکشاف و توسعه جاده های عمومی شهر طالقان به هزینه بیش از 14 میلیون افغانی آغاز گردید. مسئولان در اداره شهرولی طالقان میگن با تطبیق پلان تفصیلی شهر طالقان جاده عمومی این شهر به طول 2 کیلومتر و با عرض نزدیک به 8 متر وسعت داده خواهد شد. شاکر رحیمی گزارش میدهد. آغاز کار توسعه 2 کیلومتر سرک عمومی شهر طالقان. مسئولان در جریان افتتاح بخش اول توسعه سرک عمومی شهر طالقان میگویند این سرک با فاصله 2 کیلومتر و عرض 8 متر در مرکز شهر وسعت داده خواهد شد که تطبیق این پروژه ملی و عام المنفعه بیش از 14 میلیون افغانی از عواید داخلی اداره شهروالی طالقان هزینه برمی‌دارد. چارای بندر سابقه بدخشان الی چارای دلفروشی دو طرف جهت تطبیق پلان تفصیلی شهر پروژه آغاز شد. هزینه بیشتر از 14 میلیون است که انشالله هزینه افتتاحیش است. بعد از اینکه قریزی میشه و جدا هزینه می داشته باشه انشالله که امارت اسلامی به این کارها متعهد هست، قسمی که در زمان کمی پروژه های بسیار کلانی چشمگیری جهانی که از جمله پروژه قشتیپه هست مثال میدم که انشالله ما مطمئن هستیم که پروژه ها دوام داره و شهر طالقان یک وقت شهری نمونه جهانی ما دیده بتوانیم. از سوی هم شماری از باشندگان تخار با استقبال از آغاز کار این پروژه ملی و عام المنفعه از سوی شهروالی طالقان میگویند با تطبیق آن شهر طالقان وسعت یافته و نیز مشکلات شهروندان از لحاظ ازدحام شهری مرفوع خواهد شد. بسیار خوب است که سرکار جور شود، دیگه کاروبار هم برای مردم آغاز شود، کاروبار هم باشه، مردم هم کار کنند، دیگه سرکار هم کلان بشه، پیاده رو هم که کلان بشه بسیار خوب میشه. خدمت کلان است که دیگه سرکار فراهم به مردم جور کرده رئیس، دیگه شهر ازدحام شود، پیاده کم میکنه، رابندان گپا زیاف است، مردم با زحمت است. این یک جهان تشکری از دولت امارت اسلامی خدمت میکند. به گفته مسئولان در جریان کار این پروژه برای صدها تن زمینه کار فراهم شده است و این پروژه در مدت 4 ماه تکمیل می شود. اکنون هم خبرهای کوتاه. ولی تخار با ادامه نظارتش از کارکرد مسئولین در این ولایت، این بار نیز از ادارات عدلیه، اصلاحات اداری و مستوفیت نظارت نمود. مولای عبیدالله امینزاده در جریان نظارتش از ادارات تاکید بر کار بیشتر نموده و هشدار می‌دهد که برای مسئولین استفاده جو و قانون شکن ضرورت نداشته و از همه مسئولین می‌خواهد که کارشان را به خوبی انجام داده و نگذارند مردم از نزدشان شکایت داشته باشند. مولای عبیدالله امینزاده ولی تخار در جریان نظارتش از تمام شعبات این اداره ها دیدن نموده و با مسئولان آن در پیوان به ارائه خدمات اداری و حکومتداری بهتر هدایت لازم داد. ولی تخار همچنان در دیدارش با مامورین این ادارات تاکید نمود باید با مراجعین به صورت خوب رفتار شده و همچنان عرایض و مشکلات آنها در اسرع وقت و بدون تعلل و بهانه ورزی اجرا شود. در این حال مسئولین و مامورین ادارات به ولی تخار اطمینان دادند که مطابق هدایت داده شده عمل نموده و میکوشند در اجرای وظایفشان بدون تعلل و سکتگی کار نمایند. کماندان امنی ولایت تخار با شماری از متنفذین ولایت لوگر دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار تعارفی آنان سمت جدید کماندان امنی این ولایت را تبریک گفته و برایش موفقیت خواستند. در این دیدار
مولوی ضیاءالحق حامد وعده سپرد که برای حفظ نظام مقدس اسلامی و آرامش ملت غیور تخار زمین شب و روز تلاش میکند و به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا امنیت و آرامش مردم را برهم بزنند. ورکشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان پروسه جمع‌آوری ارقام احصایوی در سطح معارف تخار برای آمرین معارف 17 واحد اداری مدیران و کارمندان تدبیری گردید. در این ورکشاپ که هیئت از وزارت معارف نیز حضور داشتند، افزودند که داشتن احصایه در تمام امورات بشری مخصوصا ادارات ملکی و نظامی ضروری و لازمی می باشد. وزارت معارف کشور تلاش دارد تا در راستای داشتن یک احصایه دقیق تلاش نماید و این وزارت می تواند برویت احصایه تشکیل بودجه عادی و انکشاف کتب درسی شاگردان را در سطح هر ولایت تدارک و ترسیم نماید. اکنون هم از بیرون از ولایت، مسئولان در ولایت کندوز از کشف و ضبط مقداری از ادویه تقلبی در این ولایت خبر می‌دهند. بنابر گفته آنان این ادویه از نوع سفتراکسون از و جهت فروش به مارکت دوافروشی این ولایت آورده شده بود که بعد از ارزیابی مشخص شد که جعلی است و در همین حال باشندگان این ولایت این اقدام را ستایش می‌کنند و خواهان مجازات عاملین این عمل هستند. گزارشی از عبدالحمید صدیقی. اداره کنترل کیفیت دوا و غذای ولایت کندوز از کشف و ضبط مقداری از داروهای تقلبی در این ولایت خبر می‌دهند. بنابر گفته مسئولان این دواها برای فروش وارد مارکت دوافروشی این ولایت شده بود و بعد از ارزیابی کیفیت آن معلوم شد که جعلی و بی‌کیفیت است. آنان میگویند هرگز نمیگذارند دواهای بی کیفیت و جعلی بالای مردم کندوز به فروش برسد. د بی کیفیت او تاریخي مواد مخنیوي کړی دی، نو تاسو شاهدان واسطه چې یو کس تقریبا شپږ سوه شل ویاله سفتراکسان د سامي کمپنی اوکسیډیل په نامه باندې د تخار ولایت څخه راوړي وو، غوښتل یې چې دلته په دوا فروشانو باندې دا خرڅ کړي. نو هماغه و چې زموږ د بررسۍ د ټیم د هلې ځلو په برکت باندې موږ اطلاع ترلاسه کړه او دا کس مو له دوا سره ونیوه. با این حال باشندگان کندوز و اتحادیه دوافروشان این ولایت از این اقدام به موقع اداره کنترل کیفیت دوا و غذای ولایت کندوز ابراز قدردانی می نمایند و این کار را به نفع مردم و مصرف کنندگان دوا می دانند. آنان همچنان فروش این گونه دواها را زیان آور می دانند و از کسانی که دست به این کار می زنند می خواهند که دست از این کار بردارند. ما همیشه با ایشان همکار هستیم. دیگه هر دوای دوپلیکیت و تقلبی که وارد مارکت شوه، دیگه کمیته تفتیش نظارت ما که هفته یک مرتبه یا دو مرتبه به نظارت شروع میکنن به کار که او دوای ادویه که پیدا میشه ما حاجل و امریت محترم دوا و غذا پورا اطلاع میتیم. در اسلامی امارت خود متقاضا ده چه مثال ده خبری ده از خلق ونیسی و خلق ده ده از خلق تسزا ورگی. این در حال است که پیش از این نیز اداره کنترل دوا و غذای ولایت کندوز مقدار زیادی از موادهای تاریخ گذشته و دواهای بیکیفیت را از دواخانه های شهر کندوز جمع آوری و حریق کرده بود. باشندگان ولسوالی دشت ارچی و ولایت کندوز از عرضه خدمات صحی از سوی امارت اسلامی ابراز رضایت می کنند. آنان میگن بعد از پیروزی امارت اسلامی شفاخانه مرکزی و کلینک های این ولسوالی با وسایل طبی پیشرفته تجهیز شدند. در همین حال دکتران در شفاخانه مرکزی این ولسوالی میگن که این کلینک از امکانات خوبی بهره مند است. گزارشی از احمد ظاهر حبیبی. شفاخانه مرکزی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، جایی که روزانه ده ها بیمار اینجا تداوی می شوند. در گذشته در این کلینیک نه دکتر بود و نه دوا و امکانات لازم، اما بنابر گفته باشندگان دشت ارچی حالا این شفاخانه از امکانات خوبی بهره مند شده و به بیمارانی که به اینجا مراجعه می کنند خدمات مناسب ارائه می شود. بعدم در شفاخانه باید دکترای بالا از بیشتر داشته باشد، پیشروی کنم. ما مردم به خوش هستیم با خاطر که ملت ما از ولی داشت ترش پیلان زیاد است. میشه دکتر صاحب میبینه مخاطب من صدمت کدی است کلش خوب است. دکتران هم از توجه امارت اسلامی در زمینه فراهمسازی سهولت ها و امکانات طبی ابراز رضایت دارند.
آنان میگویند که با روی کار آمدن امارت اسلامی این شفاخانه تجهیز شده است و حالا حتی امکانات برخی از عملیات ها نیز فراهم شده است. بخش جراحی ویلادی واکسین که استاندارد است و شعبه پاسمان اوفیدی اطفال کلانسالا همه چیز بخش نیوتریشن بخش اچمایس به نام هیلت منیجمنت انفارمیشن سیستم میگه او و اوفیدی مردا و زنا همه چیز هستن. تمام عملیات های بدنهاد عملیات های عاجل به شکل عاجل که اینجا میاین او در اینجا بررسی میشه و در اینجا برشان رسیدگی شده میتونه. باشندگان دشت ارچی در حال از عرضه خدمات صحی از سوی امارت اسلامی ابراز رضایت می نمایند که با پیروزی امارت اسلامی در دورترین نقاط این ولسوالی با ایجاد کلینیک ها زمینه دسترسی مردم به خدمات صحی فراهم شده است. بیننده و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار این بود مجموعه خبری ساعت تقدیم شما شد. وقت خوش و نگهدار. بیننده ها و شنونده های عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار توجه نمایید به اعلانات امروز دوشنبه مورخ 13 ماه جمادی الاول 1445 هجری قمری برابر است با ششم ماه قوس سال 1402 هجری شمسی. اسامی نصیب الله، ولد فیض الله، راموش، ولد عبدالولی، محمد طالب، ولد تاختر، فرهاد، ولد جمعه خان، شهاب الدین، ولد محمد ابراهیم و زید الله، ولد محمد اکبر تذکره و شهادت نامه هایشان را مفقود نمودند. یابندگان می توانند به اداره های احصای و معلومات و ریاست معارف ولایت تخار تسلیم نمایند. اصل جواز شرکت خدمات لوجستیکی فردوس میران مفقود گردیده است. یابنده می تواند به شماره تلفن 0744 236 و 404 در تماس شوند.